شکی نیست. پرسش که اینجا پیش میاد این هست که آیا سندی مدرکی داله بر تقلب در سطح گسترده‌ای که شما میفرمایید هست؟ هر کس اون مناظره ها رو گوش کرده بود و دیده بود باید پی میبرد که روز جمعه رأی نیست که تعیین کننده است، تقلب است که تعیین کننده است. حالا سوالی که هست که چطور ممکنه تقلب بشه؟ این یه سوال اساسیه که تقلب کجا ممکنه به وقوع ببنده؟ تقلب ممکنه در سه سطح مختلف اتفاق بیفته. یکی بسیج آراست، یعنی بسیج از سازماندهی نظامی خودش استفاده کنه که بره رأی جمع بکنه، افرادش رو بفرسته، سلسله مراتب دستور بده بفرستن رأی جمع کنن بیارن رأی بریزن. ببینید این رژیم برای رسیدن به هدفش دست به هر کاری داره میزنه، حتی داره از بچهای معصوم هم استفاده میکنه. کارش به جای رسیده که میاد بچه‌ها رو با یه دونه پفک و چیپ سر کار میذاره میاد رأی بریزه تو صندوق خودش. آیا این انتخابات درسته؟ نباید انتخابات رو باطل کرد. 100% در انتخابات تقلب شده و این انتخابات بعد باطل بشه. من متشکرم از این فرصتی که من ما از شما متشکرم. سامان جان که تهران تماس گرفتید. پایگاه های خبری از ایران گزارش میدهند که تعداد بسیار زیادی مرغ و خروس و شترمرغ را به کسانی که در انتخابات شرکت کنند جایزه میدهند. پیامک ها قد شد ناظرین تمام برنامه‌ریزیش رو به این پیامک ها بود، یعنی کلی نشسته بودن سیستم داده بودن اینا که هر کدوم یک خود داده بودن از طریقی ما هم اقبال برقرار کنن. اصلا رابطه بین ناظرین قد شد. من از کرج تماس میگیرم. صداد احمدی نژاد تو کرج اومده بودن، پیرمرد پیرزنا رو جمع و جور کرده بودن، گفته بودن که آقا به بهانه اینکه ما میخوام به شما سواد یاد بدیم اینا جمع کردن توی محوطه بزرگی. تنها کلمه‌ای که به نیاد دادم، من خودم اونجا شاهد بودم، کلمه احمدی نژاد بود. گفتن که اگه این کلمه رو یاد بگیرید بقیه کلمه‌ها رو دیگه همه جا رو بلدید. اون موقع وقتی که روز انتخابات مثلا رأی بدم، من خودم اونجا شاهد بودم. یه سری از اینا طبیعتاً طرفدار موسوی بودن دیگه. اونجا تنها چیزی که بلد بودم مثلا خب احمدی نژاد بود، زنبستا همه‌شون نوشتن احمدی نژاد. بس معلومه که تعلق. خیلی ممنون. وقتی ما رفتیم رأی بدیم با دوستان رفقا، یه مأمور جلوی در وایستاده بود، از ما پرسید که میخواید به کی رأی بدید. ما خب با عشق و علاقه گفتیم با جناب آقای موسوی. همین گفتیم با جناب آقای موسوی، گفت آقا نه برید و امروز رأی نمیگیریم ما از شما. حتی من شنیدم حتی برخی دوستانمون هم که رفته بودن رأی بدن رو گفتن چون روز جمعه است. در کرمان منظورتونه؟ در کرمان. بله بله. ساعت 4 رفتم، جایی برای رأی انداختن من جوان 26 ساله اونجا وجود نداشت. ببینید چقدر فجیعه. یک توی مسجد بود این رأی گیری که یک صندوق اینا آوردن از کجا؟ از صندوق صدقات. گفتم فعلا رأیاتون توی این صندوق شما بریزید، ما بعدا اینا شمارش میکنیم. ما ریختیم صندوق، اومدیم خونه. مادر من که شب رفته بود اونجا رأی بده بودن ساعت 8 شب، میگفت صندوق کمیته امداد اومد گفت ما میخوایم صندوق ببریم، این مسئولیتش بر عهده ماست. اومده بود صندوق برده بود. الان این رأی ما توی کمیته امداد، آیا این شماره شده؟ رأی که از ساعت 4 بعد از ظهر ریخت اون صندوق صدقات، من جوون، رأی من کجاست الان؟ ببینید همه میدونن که یک تقلب بوده به هر نوعی. ببینید حتی اگر کد، من خودم شخصا اشتباهی کردم نوشتم کد 4، نوشتم آقای میرحسین موسوی، درست کد کاندیدا نوشتم 4. خب اینا موقعی که میان کد رو میخونن برای اینکه تو کامپیوتر وارد کنن، اینجوری که اعلام میکنن، خیلی این اشتباه رو کردن. بلکه اصلا کد کاندیدا برگشت تو شعبه نبوده، میزنن 4 اونجا میخونن 44. به نظر من بهترین کار اینه که رأی رو از اول بخونن، اون وقت معلوم میشه که قبول دارم روستاها به آقای احمدی نژاد رأی دادن، ولی تو شهر عده زیادی بودن بالای 80% که به آقای موسوی رأی دادن. بیشترین شدت عصبانیت یکی مثل من این بود که این آدم های ناشی اونقدر کند ذهن و عقب مانده ذهنی بودند که حتی نتونستن به لحاظ ریاضی هم دوری این تقلب رو انجام بدن که حتی بچه ها باور بکنن، و بچه های ما قبل از ما متوجه این شدن. مثلا این نوع از شمارش و این شیوه از شمارش شیوه ای نیست که با منطق بسلا عرفی در جوامع دموکراتی و سیستم شناخته شده دموکراتی واقعا خوانایی داشته باشه. چون در بحث انتخابات یه فرمایشی داشتن که گفته بودن برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد اینجانه هستن. بله. این یعنی چی الان مثلا؟ آیا عقل قبول میکنه که آقای میرحسین 11 میلیون اشتباه بکنه یا 11 میلیون دروغ بگه؟ بله. این واقعا عقلا هم امکان پذیر نیست. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید.
تشکر. کارخونه شیر پگا گفته بود هر کی به احمد نژاد رای نده شیرش رو حلالش نمی‌کنم، به خاطر همین مردم اعتقادی که دارن رفتن رای احمد نژاد، این تقلب بزرگیه، چون مردم اعتقاد دارن به مسئله شیر، شیرش حلالش نمی‌کنم یعنی چی؟ کارخونه پگا شکار است که بگه مردم شیرش رو حلالش نمی‌کنم. ممنونم از این برنامه‌تون، اطلاع رسانی می‌کنید. بسیار متشکرم برادر. فرمایش برادر ثابت می‌کنه که چقدر حرف ما درسته که می‌گوییم قرآن باید بر اذهان حاکم بشه. چرا؟ چون به من این حرفو میزدن واقعا به شدت میخندیدم، الانم خندم گرفت. از همین خرافات استفاده میکنن. کلاغ سیاه در مورد این نوشته که دروغ و تقلب دستاورد انتخابات دهم و اینجوری نوشته که از قرار معلوم عبارت دروغ و تقلب بزرگترین دستاورد انتخابات دهم بوده. سایت مرغ و خروسه، تو این سایت اصلا گفته که دروغ و تقلب یکی از دستاوردهای انتخابات دهم بوده. خاشاک گفته توی مطلبی که ما علاقه داشتیم هاشمی چند قدم جلوتر بیاد و تندتر صحبت بکنه، موازه شفافتری بگیره و خواستار ابطال انتخابات بشه. آقا مهران، من یک در سایت، نمیدونم این سایت دیدید شما، سایت مرغ پرسلا، بله، و بالاخره آقای احمدی نژاد رأی آوردند علارغم مخالفت ما و همفکرای ما. تو اون سایت مرغ پرسلا اومده بود که واقعا این انتخابات شواهد و اسناد زیادی داره که باید این انتخابات ابطال بشه. مرجان گفته امکان نداره، رأیی که ما دادیم این نبود. به حق الان آقای موسوی و آقای کروبی دارن اینو میگن، برای اینکه میگن آقا چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است.